بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با فرهاد بایانی، سخنگوی اداره تنظیم امور زندان ها، در مورد چگونگی تدابیری که در زندان ها برای جلوگیری از گسترش ویروس گرفته شده و همچنان تعداد زیاد از زندانیان رها شدن به خاطر این مبارزه ای که صورت میگیره در برابر ویروس کرونا که در زندان ها شیوع همچنان پیدا نکنه. آقای بایانی سلام به شما و برنامه خوش آمدین. میشه در مورد زندانیان که رها شدن بیشتر بر ما بگوین که کیها بودن و چه دلیل آزاد شدن؟ به نام خداوند مهربان، با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندای بیننده هستن و همچنان عید سعید فطر بر شما و به تمام بیننده محترم تلویزیون طلوع و طلوع نیوز مبارکباد میگم. خب شما در جریان هستین که در حال حاضر دو فرمان نافذ است. البته قبل بری یک فرمان اختصاصی شماره یک نافذ بود که روند یا پروسه رهایی زندانیا بر مبنای از او تکمیل شده و تا چند روز پیش حدود 6341 زندانی به اساس از فرمان اختصاصی شماره یک رها شد. به تعقیب از او فرمان شماره 15 که به مناسبت پیروزی جهات مردم افغانستان یا 8 ثور نافذ شده بود، روند رهایی زندانیا به اساس فرمان تا اکنون ادامه دارد، پروسه جریان دارد تا تکمیل شدن شمار زندانی شامل از این کتگوری میشن. و از حدود از تاریخ 3 جوزا به مناسبت حلول عید سعید فطر و به تأسیس از حکم مندرج ماده 64 قانون اساسی کشور به خاطر حلول عید سعید فطر، فرمان مقام عالی رئیس جمهوری نافذ شد و بر مبنای از او پروسه رهایی زندانیا که شامل مواد از این فرمان میشن از چند روز به این طرف آغاز شده. تا اکنون حدود ارقام تقریبی ما براتون دادم میتونم که نزدیک به 150 زندانی تا حال بر مبنای فرمان عید سعید فطر از بند رها شدن. درست. این 150 زندانی شامل کدام زندانی ها میشن و بر کیها اولویت داده شده که اینا باید رها شوند؟ خب شما میفهمین که این فرمان عید سعید فطر به ادامه فرمان 8 ثور نافذ شده و تنها تفاوتی که فرمان عید سعید فطر نسبت به فرمان 8 ثور داره ای است که چند کتگوری جرمی دیگه هم شامل شده. من مشخصا براتون گفتم میتونم افرادی که معاون قاتل هستند، یعنی در قتلهای عمد دست داشتن به عنوان معاون قلمداد شده، اونا هم شامل از این فرمان میشن و در پالوی از این محجوسین یا اطفالی که به جرایم قتل عمد محکوم هستن، محکوم به مجازات شدن از طرف محاکم، اینا هم شامل هستن. و کتگوری دیگه که بر علاوه فرمان 8 ثور شامل از این فرمان شده عبارت از محکومینی است که به تادیات مالی به جانب دولت محکوم شده و جزای نقدیشان، البته مشخصا در مورد از یه است که جزای نقدیشان عفا میشه، او هم در صورتی که پرداخت اصل پول را به اقساط 10 ساله و با ارائه ضمانت معتبر مالی یا ملکیت غیر منقول به دولت تعهد بکنند. این افراد شامل از این فرمان جدید میشن. درست. آقای بایانی شما گفتین حتی کسانی که مخصوصا در اطفال که به قتل عمد اینا متهم بودن و بالاخره مجرم شناخته شدن، میخوایم بدانیم که وقت چون این تصمیم گرفته شده آیا تا کنون با خانواده هایی که برشان متضرر بودن ضرر رسیده یا از نزدیکانشان توسط اینا به قتل رسیده، از اینا هم کدام واکنش داشتین، دیدین که خواستار ازی شده باشن که این گونه افراد نباید در مورد در بین زندانیان باشن که حالا رها ساخته میشن؟ دقیقا شما اطمان در جریان هستیم که در فرمان شماره 15 که مناسبت 8 ثور نافذ شده در او صریحا تسجیل شده که افراد شامل مزایای از این فرمان میشن که یعنی از طرف فامیل
متضرر یعنی رضایت کامل داشته باشند. به این اساس این فرمان با تعقیب از او آمده. تا کنون ما کدام مورد شکایت بسیار جدی را نداریم که یعنی شما کسان را که رها می سازین حالا بر اساس این فرمان، مخصوصا اگر کسان در میان از اینا هست که قتل‌های عمدی را انجام دادن، شما با خانواده متضرر در تماس میشین که از اونا بپرسین آیا شما رضایت دارین یا خیر؟ ما فکر میکنم از لحاظ قانون ما یک مکلفیت را در حال حاضر نداریم، منتها چیزی که در اما آقای بایانی مطابق قانون کسانی که حالا جرم های انجام دادن یا جرم های حق العبدی بوده و یا قتل عمدی که متضرر کس دیگه هست، در توسط هیچ فرمان حالا قانون این را میگن که ما نمیتونیم اونا را آزاد بکنیم، حتی رئیس جمهور همی صلاحیت را نداره که اونا را آزاد بسازن. دقیقا ببینین شما، ما در یک وضعیت بسیار به اصطلاح اضطراری تقریبا اگر بگوییم قرار داریم. تصامیمی هم که تا حال گرفته شده بر مبنای همی وضعیت کنونی گرفته شده و این تنها در اتفاقا در افغانستان نیست. شما اگر یک کم تحقیق بکنین، مثلا ما دور نمیریم، در همسایگی ما کشور جمهوری اسلامی ایران تا کنون 70,000 زندانی خود از بند رها ساخته، بنا به دلیل از امی که تانسته باشند وضعیت فعلی را کنترل بکنن. اما مشخصا در مورد سوال شما، ببینیم در فرمان، اگر شما فرمان مطالعه کنیم، ما براتون میخوایم مشخص بگویم، در فرمان دقیقا ذکر شده که جرایم قتل عمد که ابرای شرعی را داشته باشند و یا بتانند از تاریخ صدور فرمان الا مدت یک ماه بتانند ابرای شرعی را ارائه بکنند به محاکم یا کمیسیون هایی که فعال هستند، اونا میتانند شامل ازی باشند. در پولی از او ما حق العبدی کاملا محفوظ شده، در فرمان دقیقا ذکر شده، تسجیل است که حق العبدی از اینا پابرجا است و در ضمن ممنوع خروج هم میباشند، که اگر ما در آینده بخواهیم موضوع حق العبدی از اینا تازه شود، کسی بیا ادعا بکنه و به این دوسیا به اصطلاح از سر دوباره گرفته شود، اینا داخل افغانستان باشن، از مرزهای افغانستان بیرون نشده باشن، تا ما بتانیم اینا رو دوباره پس به زندان انتقال بدیم و محاکم اون پروسه قانونی خود تای مراحل. آیا تضمین های خیلی معتبر از اینا گرفتن میشه زمانی که اینا آزاد ساخته میشن که دوباره دست به جرم نمیزنن و یا هم ای که فرار از کشور نمیکنن؟ بلکل، قسمی که من قبلا هم گفتم براتون، اول خب ممنوع الخروج هستن، وقتی که ممنوع الخروج می باشن لیست از اینا همراه پلیس سرحدی بخشای مربوطه آنن شریک ساخته میشه تا اینا نتونن از مرزهای افغانستان بیرون شون. در پلی از او موضوع کفالت بالمال یا کفالت سر از اینا گرفته میشه. البته این تصمیم برمیگرده به کمیسیونی که عملا کار میکنن و محاکم صلاحیت تعیین کفالت محاکم داره و نظر به کاتگوری های جرمی یا شدت جرم اونا هم کفالت تعیین میکنن. درست. آقای بایانی، حالا چون کسانی که سن بزرگتر دارن و یا امراض دیگر دارن بیشتر اینا در خطر این ویروس قرار دارن و زندگیشان را تهدید میکنن، آیا حداقل برای زینا اولویت داده شده که در کسانی که شامل این فرمان میشن، برای کسانی که سنهای بزرگتر دارن یا زمان بیشتر را سپری کردن، برای زینا اولویت داده شده؟ دقیقا یک موردی است که کمیسیون های صحی کار میکنه، افراد یا زندانی هایی که سبل علاج تشخیص میشن اونا بدون قید شرط از بعضای از این فرمان میتونن مستفید شوند. در پولی از او مثلا افراد که میاد حبسشان از 10 سال بلند است، بر بعضی از کتگوری های جرمی ما براتون میگم از 10 سال بلند است، اونا از کمتر تخفیف کمتر برامند میشن. اما او افراد که حبس زیادتر در محابس سپری کردن اونا 3/4 تخفیف شامل حال از او میشه، که اگر با یعنی منفی کردن از این حبس دوره تخفیفشان اونا شامل رهایی شوند، مورد عفو قرار میگیرن، رها میشن. درست. آقای بایانی، میشه یک آمار مشخصتر بر ما بتین از زمانی که به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در زندان ها فرمان رئیس جمهور اولین فرمان صادر شد که باید زندانیان رها ساخته شوند و میارها هم گفته شد، همچنان ای که رئیس جمهور دستور رهایی زندانیان طالب را هم داده،
میخوایم بدانیم چقدر زندانی بر اساس فرمان رئیس جمهور جهت مبارزه با ویروس کرونا رها ساخته شده و چقدر از زندانیان طالبان؟ در مجموع 4 فرمان اگر در نظر بگیریم به شمول فرمانی که در رابطه با زندانیان یا وابستگان گروه طالبان نافذ است، اگر مجموع از این 4 فرمان در نظر بگیریم بالاتر از 13,000 زندانی طالب رها شده بر مبنای ازیا. البته وقتی که من میگم چقدر از این زندانیان طالب بوده، زندانیان طالب یا کسان وابسته به آنها، شما در جریان هستین که من صرف میتونم از ارقام براتون بگویم که بالاتر از 1,000 زندانی طالب است، اما پروسه او پروسه رهایی زندانی ها بر مبنای فرمان جلادمآب رئیس جمهور در رابطه با طالبان از طرف شورای امنیت ملی به پیش برده میشه. ممنون از شما آقای بایانی، ممنونتون.